سامانه تعیین محل هزینه کرد مالیات برای معدیان رونمایی شد. این سامانه امروز در دیدار سرپرست ریاست جمهوری و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور کارش را آغاز کرد. به عنوان کاسه و فروشنده مثلا ببینم این مالیاتی که از ما گرفته میشه کجا خرج میشه. مطالبه ای که به گوش مسئولان در دولت 13 رسید. آیت الله رئیسی عنوان دولتشو دولت مردمی قرار داده بود. خب این که عنوان نبود، که یه راهبرد بود. این راهبرد در تمام ارکان دولت باید ساری و جاری میشد و انصافا همین کار رو دنبال میکرد. وزرای ما، دستگاه های ما همش دنبال این بودن که در اداره کشور مردم مشارکت بدن. و تصمیمی که در دستور کار قرار گرفت، به حمدالله با پیگیری هایی که انجام شد در تاریخ 13 تیر ماه این ابلاغی از طرف جناب آقای دکتر مخبر انجام گرفت و ما تنها به فاصله 3 روز پس از اون این کار عملیاتی کردیم. یعنی امروز اصناف ما میتوانن محل هزینه کرده مالیات خودشون تعیین بکنن. 1915 طرح ملی و استانی انتخاب شدند تا از طریق مالیات های معدیان تأمین مالی و کمتر از 1 سال عملیاتی شوند. بالغ بر 321 پروژه ملی و بالغ بر 1280 پروژه استانی امروز توسط مردم انتخاب شده برای اینکه مالیات خودشون رو اونجا هزینه بکنن. حالا پس از 1 ماه از اجرای آزمایشی امکان انتخاب محل هزینه کرد مالیات توسط معدیان، در مراسمی از این سامانه رونمایی شد. امروز یکی از کارهای بسیار مهمی به نظرم اتفاق افتاد، اینکه مردم بتونن در حقیقت مالیاتی که پرداخت میکنن خودشو انتخاب کنن در کدوم کار مهم کشور این مصرف بشه. به عنوان اجرای آزمایشی این طرح موفق شدیم که 142 پروژه از پروژه هایی که در استانهای مختلف سازمان برنامه بودجه معرفی کرده بود رو به شکل کامل تأمین مالیش رو از طرف خود معدیان اصناف و مشاغل کشور داشته باشیم. اما اقدامی دیگر برای تسهیل تکالیف معدیان محترم مالیاتی در حوزه اصناف و مشاغل که فرم های تبصره 100 خودشون رو میخوان تایید بکنن، میتوانن از طریق پیام رسانهای داخلی مثل بله و پیام رسان سروش بدون پرداخت حتی 1 ریال هزینه تکلیف مالیات خودشون رو ادا بکنند. همچنین در دولت شهید رئیسی 96% پرونده های باز ارزش افزوده تعیین تکلیف شد. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.